الله الله سبحان الله، الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و مسلات و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین بینندگان و شنوندگان عزیز ارزی سلام و احترام دارم خدمت کایک شما عزیزان و توجه شما را به ادامه مباحث مربوط به مقومات استصحاب جلب می کنم در جلسه گذشته راجع به سه تا از مقومات استصحاب صحبت کردیم که عبارت بود از یقین سابق و شک لاحق و سومی سو هم اجتماع زمان یقین و شک در ادامه به مقومات دیگر اشاره می کنیم و چهارمین مقومی که برای استصحاب مطرح هست تعدد زمان متیقن و مشکوک هست خب ما وقتی از مقوم سوم صحبت کردیم که زمان شک و یقین باید در یک زمان باشد از خود این مقوم به دست می آید که زمان متیقن و مشکوک باید حتما دو زمان باشد تعدد داشته باشد چرا به دلیل این که ما وقتی زمان شک و یقین رو یکی میدانیم اگر بیاییم زمان متیقن و مشکوک رو هم متعدد ندانیم اونا رو هم یکی بدانیم و از طرف دیگر هم متیقن و مشکوک هم فرض بر این است که اینا کاملا یک چیزن یعنی در همون چیزی که متیقن بوده ما فعلا شک داریم خب متیقن و مشکوک یک بعد زمانش هم اگر یکی باشد و زمان متعقن و مشکوک هم اگر یکی باشد لازم می آید که ما نسبت به یک چیز هم یقین داشته باشیم هم شک داشته باشیم اونم در یک زمان و چنین چیز محال هست به همین جد که این فرض محال پیش نیاید ما حتما باید در استصحاب اگر زمان شک و یقین رو یکی میدانیم زمان خود متیقن و مشکوک باید حتما دوتا تا باشد و اگر زمان متیقن و مشکوک را یکی میدانیم حتما زمان شک و یقین باید دوتا تا باشد خب این یکی از مقومات استصحاب هست که در این زمینه انشاءالله توضیحات بعدی رو هم مطرح خواهیم کرد که در ضمن بیان عبارات مطرح خواهد شد حالا در این زمینه مثال های هست که انشاءالله در ضمن بیان عبارت از خواهیم کرد که دیگه تکراری پیش نیاید میریم به سراغ مقوم پنجم البته در همین مقوم چهارم تفاوتی بین قاعده یقین و قاعده استصحاب مطرح خواهد شد که با بیان مثال هایی که وجود داره این مطلب بهتر روشن خواهد شد اما مقوم پنجم که عبارت است از این که متعلق یقین و شک باید یکی باشد خب اینم نکته مهم هست در استصحاب که وقتی ما بحث میکنیم دقیقا شک ما به همون چیزی تعلق گرفته باشد که یقین ما به اون تعلق گرفته بود و اینگونه نباشد که یقین ما به چیزی تعلق گرفته باشد و شک هم بعدا در چیزی دیگه تعلق بگیرد خب این خودش بیانگر این است که ما در استصحاب باید دقیقا به همون چیزی شک کنیم که به همون یقین داشتیم و اگر ما به دو یقین به امری داشته باشیم شک به امر دیگه داشته باشیم دیگه اونجا مورد از موارد استصحاب نخواهد بود بلکه باب دیگری و قایده دیگری به نام قایده مقتضی و مانع مطرح می شود که ممکن است ما نسبت به مقتضی یقین داشته باشیم مثلا بدانیم آتشی وجود دارد برای سوزاندن ولی شک بکنیم که آیا مانع هم وجود داشته یا نه خب اینجا هم وقتی میبینیم یک یقینی داریم اون یقین به مقتضی هست شک لاحقی داریم اون شک در وجود مانع هست به دلیل اینکه شک و یقین به دو چیز تعلق گرفته است اینجا دیگه مجرای استصحاب نخواهد بود بلکه اینجا یک قاعده دیگه مطرح خواهد شد برای این که تفاوت بین قاعده استصحاب با قاعده مقتضی و مانع وجود داشته باشد حتما این شرط پنجم رو باید در نظر داشته باشیم که متعلق یقین و شک باید حتما یکی باشد مقوم ششم برای تحقق استصحاب بیان می کند که وقتی ما فهمیدیم که متیقنی داریم و مشکوکی داریم حالا از نظر زمانی متیقن و مشکوک باید توجه داشته باشیم که متیقن از نظر زمانی نسبت به مشکوک باید سبقت داشته باشد یعنی متیقن اول بوده باشد و مشکوک بعدا اتفاق بیفتد خب به خاطر اینکه این, مسئله این کاملا روشن هست که ما اول یقین داشتیم بعد شک پیدا شد و ما اون یقین سابق رو میخوایم به مورد بعدی به موردی که شک پیدا شده است اینجا بکشانیم خب اینم نکته دیگر هست که این مقوم میتونه تفاوت استصحاب رو با اون استصحاب قهقرایی در واقع نشان بدهد که انشالله در ضمن بیان عبارت ها مثال های از هر کدام وقت مطرح می شود کاملا مشخص میشه که استصحاب که محل بحث هست با استصحاب قهقرایی که امری غیر متبر هست و در اصول اعتباری ندارد با اون چه تفاوتی را دارد و آخرین مقوم هم که به اون اشاره کنیم و سپس به بیان عبارات بپردازیم عبارت است از این که شک و یقین باید حالت فعلی داشته باشد به این معنا که هم یقین فعلیت داشته در گذشته هم شک ما بالفعل موجود شده باشد به گونه نباشد که ما فرض کنیم به صورت فرضی بگوییم که اگر این شخص توجه می کرد در واقع از حالت غفلت بیرون می آمد بعد این یقین برایش پیدا می شد یا نسبت به اون متقنم بعدا شک پیدا می شد این حالت که یقین و شک فرضی رو در نظر بگیریم اینجا مورد جریان استصحاب نخواهد بود به دلیل اینکه اخبار و ادله که بر حجت استصحاب دلالت میکند کاملا بیانگر این است که باید این شک و یقین بالفعل تحقق پیدا بکنند و به صورت فرضی و تقدیری نمی شود به اونها اعتبار بخشید حالا این چند مقوم هم که به صورت کوتاه اناوین شو خدمت شما عرض کردم از عبارات انشاءالله با ذکر مثال بیشتر توضیح خواهیم داد خب چهارمین مقومه که باقی مونده است تعدد زمانی متیقن و مشکوک است ما در جلسه گذشته در مورد مقوم سوم بیان داشتیم که باید زمانی یقین و شک یکی باشد خب از این زمان یقین و شک که وحدت داشت یکی بود ما در مقوم چهارم میاییم زمان خود متیقن رو نیقین و زمان مشکوک را نشک خب این رو متعدد میدانیم این هم نکته بسیار مهمی هست تعدد زمان متیقن و مشکوک و یوش اروبه ها در شرط نفس و شرط ثالث المتقدم که به این مقوم چهارم هم دقیقا همان مقوم سوم اشعار داره به گونه دلالت داره که اگر زمان یقین و شک یکی باشد حتما زمان متیقن و مشکوک باید دو تا باشد لانه مع فرض وحدت زمان الیقین و شک بخاطر این اینکه اگر ما بیاییم در رکن سوم زمان یقین و شک رو یکی بدانیم فرض کنیم که اینا در یک زمان یقین و شک تحقق پیدا کردن یستحیل و فرض و اتحاد زمان متیقن و مشکوک دیگه نمیشه شود گفت که زمان متیقن و مشکوک هم باید یکی باشد محال هست با کون متیقن نفس مشکوک به خاطر این که اینجا سه تا نکته هست متیقن داریم مشکوکی داریم یقینی داریم شکی داریم و متیقن و مشکوک هم در واقع در حساب یک امر است که ما نسبت به یک مسئله در یک زمان یقین داشتیم نسبت به همون مسئله دقیقا در زمان دیگر شک پیدا می کنیم. حالا اگر این تعدد رو ما در نظر نگیریم مخصوصا تعدد زمان متحقه نامشکر در نظر نگیریم معناش این می شود که انسان باید نسبت به یک چیز هم یقین داشته باشد در, یک در زمانی و در عین زمان باید شک هم داشته باشد که یک همچه قابل فرض نیست لذاست که میفرماید این فرض محال هست همان گونه که بعدا هم خواهد آمد که شد می شود کما اشتراط و زال که استصحاب ایزن که ما این رو در استصحاب هم شرط می کنیم که باید حتما این تعدد وجود داشته باشد زمانی متأخر و مشکوک دو چیز باشد و ذالک لان معناه اجتماع یقین و شک به شیء واحد و اگر ما نیاییم این تعدد رو مطرح نکنیم محال ندانیم معناش این می شود که یقین و شک به شیء واحد قرار تعلق گرفته باشد اونم در یک زمان یعنی در همون ثانیه ای که ما نسبت به یک شیء یقین داریم در همون ثانیه هم نسبت به اون شیء با شک داشته باشیم و هو محال و اینم محال هست والحقيقه ان وحدت زمان صفت و شک به این واحد بفرما در حقیقت این وحدت زمان دو تا صفت یقین و شک در یک شی که ما در مقاوم سوم گفتیم که زمان یقین و شک باید یکی باشد یا تعدد متعدد زمان متعلق هما بخاطر این اصلا لازمش این است که باید متعلقشون از نظر زمانی دو تا باشد و بالعکس بالعکس شم همینه که اگر ما آمدیم زمان متعلق یقین و شک رو یکی دانستیم حتما زمان یقین و شک باید دوتا باشد یعنی این که وحدت زمان متعلق یقین و شک مستلزم تعدد زمان خود یقین و شک خواهد بود و علیه فلا یفرز الاستصحاب بنابر این که ما این ما چهارم رو مد نظر قرار بگیریم که متعلق یا متعقن و مشکوک باید حتما در دو زمان باشد فرض نمی شود استصحاب مگر در مورد اتحاد زمان یقین و شک با تعدد زمان متعلقش از نظر یقین و شک از در یک زمان باشند اما شد حتما در دو زمان باشند و اما فی فرض العکس اگر ما آمدیم برعکس فرض کردیم به چه صورت به ای تعدد از زمان ما بیاییم تعدد زمان یقین و شک رو بپذیریم با اتحاد زمان متعلقش اما بگیم که متعلق اینا خلاصه در یک زمان هر دو متعقن و مشکوک در یک زمان رخ بدن به یکون فی زمان لاحق شاک کن به این معنا که بگیم در زمان لاحق شاک بوده منتو این که شاک بودش نسبت به چه شک پیدا کرده است شا... شاک هست فی نفس ما تیقن و سابقا شک کرده است در خود اون یقین قبلی خودش نه در زمان فعلی بلکه شکش رفته به سراغ همون یقین قبلی به وصف وجود سابق خب که به این معنا که حتی نسبت به همون وجود قبلی اون که ما یقین داشتیم شک رفته سراغ همون وجود یقین سابق ف هذا هو مورد ما يسمى به اليقين یقین که این اسمش قاعده یقین هست که اگر ما یقین داشتیم قبلا بعد شک کردیم شک نه که بگیم حالا اون یقین سر جای خودش فعلا ما شک کردیم نه شک کردیم نسبت به همون زبان گذشته که آیا در گذشته واقعا اونی که ما میگفتیم یقین داریم اون یقین بوده یا توهم بوده یا خیال بوده والعمل عمل لا یکون ابقاء ماکان حالا که ما بخواهیم در واقع ابقاء ماکان بکنیم دیگه ماکان وجود ندارد تا ما اونو در واقع ابقا بکنیم بیاریم طبق عمل بکنیم این مثال بزنیم روشن می شود مثلا اذا تیقنم به حیات شخصی یوم الجمعه جمعه خب ما می دانستیم زید در روز جمعه یقین داشتیم که زید زنده است ثم شک یوم السبت به نفس حیاته در روز شنبه وقتی رسید ما شک کردیم که آیا این امروز هم زنده است یا نه خب این شک ما به چی بود؟ به نفس حیاتی یوم الجمعه خب ما میگفتیم در روز جمعه زنده است در شنبه که خلاصه اخبار گفت و نشانه ها و قرائن دیگه پیدا شد شک کردیم در این که حالا زنده است یا نه خب این شک ما به انصر از شک یوم الجمعه اصلا این شک به گونه رفت سرایت کرد که آیا واقعا این که یقین داشتیم که در روز جمعه زنده هست آیا زنده بوده یا نه اصلا در همون روز جمعه برای ما شک پیدا شد ای انه تبدل یقین و سابق لشکل. حالا اینجا دیگه این که ما اول می گفتیم حتما در روز جمعه زنده بود بعد شک پیدا شد و این شک کم کم سرایت کرد رفت رفت به خود اون یقین سابق هم رسید و اون یقین سابق رو هم مشکوک قرار داد که دیگه حالا شک کردیم که واقعا اینه که ما میگفتیم زنده بود در روز جمعه یا واقعا زنده بوده یا نبوده اینجا یقین سابقش به شک تبدیل می شود و این العمل علی الیقین حالا وقتی ما بخوایم بر یقین عمل بکنیم لا یکون ابقاء دیگه اینجا این ابقاء ماکان حساب نمی شود چرا؟ لانه حينئذ لم يحرز ما كان تيقنا به به که حالا دیگه احراز نکرده است که یک یقینی داشته است چون اون متیقنش هم فعلا به شک تبدیل شده است به اینکه انه کان یقین ندارد به اینکه اون امر واقعا بوده و من اجل حاضر عبر و عن مورد قاعده الیقین به شک ساری لذا از این قاعده یقین به یک نام دیگر هم یاد می شود و آن شک ساری هست شک ساری هنشه یعنی که درست است یه متقن بوده شک هم پیدا شده بعدن ولی این شک سرایت کننده است در استصحاب شک متوقف میشه در یک جایی میگه من تا اینجا یقین دارم از اون حالت به بعد از اون زمان به بعد شک پیدا می شود. اما در شک ساری این شک جلو می رود تا به خود اون متیقن هم می رسه و متیقن رو هم از متیقن بودن خودش میاندازد و تبدیل میکنه او رو هم به یک امر مشکوک و ها دا هو الفرق الاساسی که بفرماید این اون فرق اساسی بین دو تا قاعده است یعنی قاعده یقین و قاعده استصحاب که در قاعده استصحاب ما شک لاحق که پیدا می کنیم این شک خب تا یک محدوده ای رو در بر میگیره و از اون قبلش متعقن همچنان سر جای خودش هست اما در قاعده یقین یا شک ساری این گونه نیست این شک نفوذ میکند حتی به قلم رو متعقن و متعقن رو هم به صورت یک امر مشکوک در می آورد. و سیعتی یعنی نخبار الاستصحاب لا تشملوها بعدا وقتی ما از ادله حجیت استصحاب بحث میکنیم به این نتیجه میرسیم که ادله حجت استصحاب شامل قاعده یقین نیمی شود ولا دلیل علیه ها و دلیل دیگر هم بر غیر از اخبار دیگه دلیل دیگه ای نداریم اخبار هم که شامل نمیشه پس قاعده یقین اعتبار ندارد اما قاعده استصحاب کاملا یک امر معتبر هست اما مقوم پنجم فرماید وحدت متعلق یقین و شک حالا گفتیم زمانی متعلق یقین و شک باید دو تا باشد اما خودی یقین خودی متعلقش یکی باشد یعنی چی یعنی شک دقیقا به همون چیز تعلق بگیرد که یقین به آن تعلق گرفته بود ای ان شک یتعلق به نفس ما تعلق به الیقین شک به همون چیزی تعلق بگیرد که یقین به اون تعلق گرفته بود با قطع نظر از اعتبار زمان که زمان رو دیگه فعلا ما در نظر نمیگیریم فعلا از نظر تعلق قطع و یقین بخوایم بررسی بکنیم اینا دقیقا باید یکی باشد و ها هو المقوم الاستصحاب خود این وحدت متعلق یقین و شک هم مقوم استصحاب هست که حقیقتش ابقاء ماکان هست ما وقتی ابقاء میکنیم باید یک امری را که بوده همون رو ما بیاریم بالاخره در مورد شک هم ابقا بکنیم خب اگر اینا دوتا باشد که دیگه نمیشه واقعا حکم یکی رو برای دیگری انسان اثبات بکند و به هاذا تفترق و قاعدت الاستصحاب و قاعدت المقتضی و المانع خب همین مقوم پنجم وحدت متعلق یقین و شک هست که تفاوت قاعده استصحاب را با قاعده مختزی و مانع روشن میکند میفرماید با همین مقوم پنجم فرق گذاشته میشه قاعده استصحاب از قاعده مختزی و مانع علتی مورد ما مالا و یقین الیقین قاعده مختزی و مانع چیه؟ قاعده مختزی و مانع این است یقین به مختزی تعلق میگیرد شک به مثلا به مانع تعلق میگیرد خب اینجا می متعلق یقین یک چیز هست متعلق شک هم چیزی دیگر است که مورد قاعده مقتضی و مانع در جایی که یقین به مقتضی حاصل بشود و شک در رافع یا مانع در تأثیر آن فیکون المشکوک فیها غیر المتیقن که در مقتضی و مانع مشکوک غیر از متیقن است اصلا متیقن مقتضی و مشکوک هم مانع هست و این در استصحاب این گونه نیست فا این نمیت حبالا صحت حاضر القاعده حالا کسانی که قائلن بر اینکه که مقتضی و مانع هم اعتبار دارد و یک قاعده است و باید طبق اون عمل کرد یقول انه یجب البناء على تحقق المقتضا خب اونا میگن هر زمانی که ما یقین به مقتضی داشتیم حالا با قطع نظر از اینکه به مانع توجه بکنیم یا نه اونا میگن واجب است که بنا را بر تحقق مقتضا بگذاریم یعنی بنا را بر این بگذاریم که این مقتضی تاثیر خودش رو گذاشته است مثلا وقتی میبینیم آتش وجود داره یقین داریم که آتش داره میسوزانه خب حالا یه فرش هم هست که بگیم این آتش تاثیر گذاشته رو فرش و فرش رو باید سوزانده باشد حالا با همین یقین به مقتضی میگه ما باید فرش رو دیگه سوخته حساب کنیم بگیم حتما سوزانده و بنا رو بر تحقق مقتضا بگذاریم که اذا تيقن به وجود المقتضی وقتی ما یقین به وجود مقتضی داریم یعنی به وجود آتش دیگه میگیم فرش که سوخته است و یک فضال که بلا حاجه الا احراز عدم المانع میگه در این صورت ما اصلا این که احراز بکنیم عدم مانع را لازم نیست ما اصلا کار به مانع نداریم میگه مقتضی که موجود بود کافی هست که ما اثر رو بر آن بار بکنیم بگیم حتما فرش را سوزانده است خب دیگه احراز عدم ما از تاثیر لازم نیست ای ان مجرد احراز المقتضی کافی فی ترتیب آثار مقتضا خوب همین که احراز کرده مقتضی وجود داشته کافی است که ما طبق مقتضی مقتضای آن عمل بکنیم و سیعت الکلام انشاءالله تعالی فیها که انشاءالله بحث مفصل تر در این انجام خواهیم داد حالا این یک دیدگاه رو مطرح کرد گفت کسانی که میگن این قاعده مقتضی در واقع مؤثر و معتبر هست میگه وقتی ما مقتضی داشتیم دیگه آثارش رو بران بار میکنیم اما کسانی که این قاعده رو مؤثر نمیدانن میگه درست از مقتضی وجود داره ولی از اون طرف هم باید عدم مانع رو هم احراز بکنیم تا بتونیم بر اساس این مقتضی مثلا آثارش رو بار بکنیم وقتی عدم مانع راز نشده باشد ما به مقتضی هم نمیتونیم ترتیب اثر بدیم که دیدگاه دیگری در مورد قاعده مقتضی و مانع هست حالا بریم به سراغ مقویم ششم که میفرماید سبق زمانی متعقن بر زمان مشکوک است یعنی متعقن از نظر زمانی حتما قبل باشد زمان مشکوک هم باید بعد باشد یعنی واجب است این که شک در بقای آن چیزی تعلق بگیرد که از نظر وجود سابق بوده است متقن بوده و شک بعدا به اون تعلق بگیرد و و ظاهر و این نکته هم ظاهر است از معنای استصحاب کاملا که ما وقتی چیزی را میکشانیم میاریم به بعد یعنی که یقین قبلا بوده است که ما استصحاب میکنیم همراه میآوریم اون رو به زمان مشکوک یا به زمان شک بلاوی امر، حالا اگر ما آمدیم امر رو برعکس ساختیم به انکان زمان متعقن متاخران زمان مشکوک مثلا آمدیم اول زمان مشکوک رو در نظر گرفتیم زمان متعقن هم پیدا شد به ای یشک که فی مبدع حدوث ما هوا متعقن الوجود فی زمان الحاضر، به این که ما شک کردیم که اون چی که متعقن الوجود بوده خلاصه در مبدع آن شک شد در زمان حاضر خب فان این نهاز آیر استصحاب که این برمی گردد به استصحاب قهخرایی که دلیلی برای آن وجود ندارد حالا مثال میزند مثالش این است که میفرماید فرماید ما به ان نسیق حقیقه فی الوجوب فی لغتنا نال فعلی الحاضره مثلا فعلا ما سیقه افعل رو میگیم حقیقت پیدا کرده است در معنای وجوب هر جا سیقه افعال بکار ما وجوب را ازش میفهمیم در زمان حاضر یک همچنین حالتی هست حالا شک میکنیم در مبدع حدوث وضع این سیغه برای این معنا میگیم آیا این که ما فعلا از سیغه فعل وجوب رو را میفهمیم این از همون زمان وضع خود این گونه بوده است یا بعدا این گونه شده است خب وقتی این حالت شک برای ما پیدا شد حلکان فی اصل وضع لغت العرب که آیا این وجوب از همون وضع اولی که لغت عرب وز شد این گونه بود او آن نا نقلت قلت ان معنا اصلی یا نه اول یه چیزی دیگه ای بود بعد از معنای اصلی خودش نقل پیدا کرده به همین معنا در های اسلامی به این حالت تبدیل شده که از زمان سیغه فعل به کار رفت وجوب ازش فهمیده بیشود خب حالا یک همچنین حالتی که پیدا می شود ما فعلا یقین داریم که سیغه فعل دلالت بر چی داره؟ بر وجوب داره اما وقتی میریم به زمان این که این از اول این گونه بوده یا نه فا این یقال و هنا ان الاصل عدم النقل نقل اینجا میتونیم بگیم اصل چیه که نقل نشده باشد یعنی از اول همین حالت رو داشته چرا میگیم اصل عدم نقل به خاطر غرض اثبات این نکته که بگوییم این سیغه افعال وضع شده است برای همین معنا در اصل از همون روز اول برای وجود وضع شده است و معنا زالک فی الحقیقت چیه حالا که ما میخوایم عدم نقل رو جاری بکنیم معنا چیه جر یقین و لاحق از المتقدم حالا ما میایم همین یقین فعلی خودمون رو که دلالتی بر وجوب داره این رو میکشانیم میبریم به زمان متقدم در زمانی که مشکوک هست خب میبریم این یقین رو میکشانیم به زمان گذشته است و مثل هاز الاستصحاب یحتاج الا دلیل خاص این که ما بیاییم یقین بعدی رو ببریم به زمان گذشته یه استصحاب ویژه است دلیل خاص هم میخواهد ولا تکفیفی اخبار استصحاب تنها از اخبار استسحاب نمیتونیم حجیت این استصحاب قهقری رو هم به دست بیاریم و دلیل دیگر هم برای اون وجود نداره لن نوله اسم این باب عدم نقص یقین به شک به خاطر که ما در روایات وقت داریم که میفرماید یقین رو به شک نقض نکنید خب این مورد شامل نمیشه چرا چون اینجا ما یقین را به شک نقص نمی کنیم ما میخوایم شک را به یقین نقص بکنیم لذا این دو چیز هست و دو تا حکم باید داشته باشد بل جمع رو الا نقص شکل متقدم به یقین متأخر اینجا دیگه عدل استصحاب مثل روایات میگه شما یقین رو به شک نقص نکنید اینجا وقتی به استصحاب قهقری نگاه میکنیم میبینیم که اینجا نه تنها یقین به شک نقص نمیشه بلکه در واقع شک به یقین نقض می شود خب این دیگه غیر از استصحاب هست بر صورت این هم مقوم ششون بود و آخرین مقوم فرمایت فعلیت شک و یقین هست که این شک و یقین به صورت بالفعل باید تحقق پیدا بکند به معنای این که کفایت نمی کند شک تقدیری یا یقین تقدیری فرض به صورت فرضی بخوایم یقین سابق و شک لاحق در نظر بگیریم این فایده ندارد اعتبار این شرط هفتم هم نه از خاطر این باشد که استصحاق تحقق پیدا نمی کنند معناش مگر به این فرض نه بل ان ذالک مختزا و لفظ و شک و یقین فی اخبار استصحاب این ش... هفتم به خاطر این است که وقتی ما در ادله حجت استصحاب شک و یقین به کار رفته است حالا به سراغ این دو لفظ وقتی میریم میگیم شک و یقین فرضی یا شک و یقین بالفعل میگه خب معلوم است که لفظ در واقع تبادر دارد به همون شک شک و یقین بالفعل نه بالفرض فا این ما ظاهران که این دو تا لفظ ظهور دارد در این کردو باید فعلی باشد مثل بقیه الفاظ که ظهورشان در فعلیت عناوین خودش هست نه به صورت مقدر و در تقدیر و فرضی و این نمایت به راز شرط حالا چرا ما این شرط هفتم را مردیم به عنوان مقوم استصحاب مطرح کردیم میفرماید این شرط در قبال کسانی مطرح شده است که اونا توهم میکنند که استصحاب در مورد شک تقدیری و فرضی هم جریان پیدا میکند خب ما در مقابل اون ایده ای که اونها دارند میگیم نه شک و یقین باید بالفعل باشد و به صورتی بلفرز به صورت تقدیری باشد ما استصحاب رو در اونجا جاری نمیدانیم مثالش همان گونه که بعض از اونها کرده است اونجاییه که میگه لو تیقن المکلف بالحدث مثلا کسی یقین داره که وضو نداشته بالاخره کاری کرده است که وضوعش باطل شده است این باطل شدن وضوع خودش رو یقین داشت بعد غفلت کرد از این حالش توجه نبود نماز اقامه شد رفت نماز رو هم به جای آورد خب اول یقین داشت که وضو نداره توجه نداشت وارد نماز شد نمازش رو هم با همون حالت به جا آورده است بعد از فراغ از نماز شک کرد در این که آیا وضو گرفته بود قبل از دخول در نماز یا نه حالا اینجا چند تا حالت پیدا می شود و این مقتضا قاعدت الفراغ حالا ما یک قاعده فراغ داریم که میگه وقتی نماز انسان تمام شد و از اون ما فارغ شدیم شکی برای ما پیدا شد شک بعد از فراغ رو دیگه به اعتنا نکنیم خب به باید این نماز صحیح باشد میگه به مقتضا قاعده فراغ میتونیم صحت نمازش رو به دست بیاریم چرا چون شک بعد از فراغ از عمل پیدا شده است و عدم وجود شک قبل از این عمل خب پیش از نماز که درست است توجه نداشت غافل بود کاملا وارد نماز شد حالا نماز را به جاوردش شک بعد از فراخ پیدا میشه باید این نماز صحیح باشد لا نقول به جریان الاستصحاب اینا یکی میگن ما استصحاب رو حتی در همین مورد شک فرضی هم در نظر میگیریم و جاری میدانیم اینا میگن که ما جاری نمی کنیم استصحاب حدث را تا زمان نماز چرا؟ لعدم فعلیت شک الا بعد از صلات به خاطر اینکه شک کی فعلیت پیدا کرده است کی تحقق پیدا کرده است زمانی که نماز تمام شده است خب وقتی نماز تمام شده است حالا میگیم پس شک بعد از فراغ پیدا شده و نماز رو نمیتونه باطل بسازد و اما الاستصحاب الجاری بعد از صلات خب حالا کسی میگه اگر درست این نماز رو خونده است اما اگر قبل از نماز این شک برایش پیدا میشود این چی وظیفه ای داشت حالا شک رو به فرض میگیم اگر قبل از درست فعلا بعد از نماز شک کرده است اما اگر قبل از نماز بالفرض شک میکرد نمازش چه حکمی داشت لذا میفرماید این استصحابی که جاری شده بعد از نماز پس محکوم برای قاعده فراغ هست اما اگر ما بیاییم قائل بشویم به جریان استصحاب با شک تقدیری بگیم درست است این آدم بعد از نماز بالفعل شک کرده است اما اگر قبل از نماز به صورت فرض شک میکرد کرد چیکار میشد. میگه و کان یک دور فیه شک فی الحدث در این صورت میتونیم فرض بکنیم که این شک در حدث برایش پیدا میشد. لو انه التفت قبل از صلات که اگر این متوجه می پیش از نماز فکر میکرد که وضو دارد یا ندارد این شک پیدا میشد بلا فاصله حکمش این بود که وضو ندارد چون یقین داشت که وضو نداره خب قبل از نماز این حالت براش پیدا میشد در این صورت مصلا در کسی که مصلی هست در این هنگام یکونو به منزلت من دخل فی دقیقا مثل کسی است که وارد نماز شده است و هو غیر متطهر یقینا در حالی که وضو ندارد یقینا چون قبلا یقین داشت که وضو نداشته فلا تصح و سلاتو با این حساب نمازش نباید صحیح باشد و این کان غافلن حین صلات هرچند در این نماز غافل بوده ولات تو صحیح و ها قایدت الفراغ با این استصحاب فرضی که بخواهیم استصحاب شک فرضی رو هم در نظر بگیریم میگیم قایده فراغ هم این نماز و صحیح نمیتواند بسازد چرا؟ لان حالا تکون حاکم علی استصحاب به خاطر قایده فراغ حاکم بر قایده استصحاب نیست استصحاب میگه نماز باطل است قاعده فراغ میگه نمازش صحیح است خب حالا میگیم به کدام عمل بشود میگیم قاعده فراغ هم اینجا حکومتی ندارد که بگیم نماز حتما باید صحیح باشد میتونیم بر اساس این قاعده استصحاب نماز را باطل بدانیم حاکم بر استصحاب نیست که الجاری قبل دخول فی الصلاه که این در واقع قاعده فراغ این استصحابی که جاری می شود قبل از دخول در نماز این مهم تره. نه اون قاعده فراغه که بعد از نماز به اصطلاح مطرح می شود این بر اساس این شک این مقوم هفتم که فعلیت شک و یقین باشد می بینیم که بر اساس شک فرضی اگر بخوایم حکم بکنیم این نماز این شخصی که به این شکل خوانده است باید باطل باشد اما اگر ما آمدیم بر اساس فعلیت شک و یقین بحث کردیم این نماز ممکن است صحیح باشد و نتیجه که میتونه نداشته داشته باشد بر اساس این مقوم هفتم میتونه مد نظر قرار بگیرد که نکته مهمش همین است که این شک و یقین حتماً بالفعل برای بر انسان پیدا بشود تا ما بتونیم اون آثار استصحاب رو بر آن بار بکنیم اما اگر فعلیت نداشته باشد و ما از باب فرض بیاییم این رو مورد بحث قرار بدهیم آثار هم که برای این شک و یقین تقدیری و این استصحاب تقدیری هم بار بشود در واقع معتبر نخواهد بود بعد این ترتیب این هفت مقوم استصحاب به حمد الله تمام میشه و انشاءالله تا بحث بعدی که حجت استصحاب و معنای آن مطرح خواهد شد شما رو به خدای بزرگ می سپارم السلام علیکم بسم الله وبركاته. الرحيم اغفر لنا ذنوبنا وانفعنا بال